آتش سوزی در جنگل های پرتغال روز پنجشنبه گسترش یافت و قربانی دیگری از ماموران آتش نشانی گرفت. یک زن آتش نشان 21 ساله در ماموریت برای مهار حریق در جنگل های سراد و کارامولو در مرکز پرتغال کشته شد. دو مامور دیگر هم در همین منطقه به شدت زخمی شدند. تا کنون پنج آتش نشان در آتش سوزی های این ماه جان خود را از دست دادند. از حدود ده روز پیش به ویژه قسمت‌های عمده‌ای از جنگل‌های مرکز و شمال پرتغال در آتش می‌سوزند. روز پنجشنبه وزش باد بار دیگر به این آتش سوزی ها شدت داد و در پی آن چندین روستا تخلیه شدند. مردم این مناطق برای مهار حریق همه تلاش خود را می‌کنند. یکی از آنها می‌گوید چنین چیزی در 80 سال گذشته هرگز دیده نشده است. من هیچ وقت ناتش ندیدم. با این حال حدود 50 نفر از ساکنان یکی از روستاهای تخلیه شده در طی شب توانستند در اواخر صبح به خانه هایشان برگردند. پدرو پاسوکویلیو نخست وزیر پرتغال که خود را به منطقه رسانده میگوید ما مطمئن هستیم که بسیاری از این آتش سوزی ها منشأ انسانی دارد. اما با وجود تمام امکاناتی که در اختیار داریم مبارزه با آتش سوزی های مختلفی که به طور همزمان در چندین مکان رخ میدهد غیر ممکن است و به همین دلیل در این وضعیت قرار گرفته ایم. طبق آمار مؤسسه ی حفاظت از طبیعت و جنگل های پرتغال، امسال بیش از چهل هزار هکتار از جنگل های این کشور بر اثر آتش سوخته است.